سلام دوستان و میدارم خوب باشه خب ما به اینجا رسیدیم که پروژه رو زده بودیم داکر ریزیس رو همشی هم ورده بودیم بالا پروژه رو حتی دیپلوی هم کرده بودیم و رفتیم با رفتیم سراغ قسمت اصلیش رو درست تمام کردیم که با استفاده از گیت لب سی های ایمیجمون رو بیلد کنیم و خودکار شما به مثل که مثلا تو مستر پوش میکنید میره داخل داکر قرار میکنه. حالا دو تا اینجا مونده که تو این ویدیو میریم سراغ استیج تست که با هم یکم صحبت رو کنیم ببینیم تست چیکار میتونه بخوام به صورت کلی این مسئله رو بهتون بگم ببینید دوستان شما به صورت کلی اینو میتونید یقین داشته باشید که اگر من دارم الان میخوام تستی رو راه اندازی کنم یه فرمول مشخصی نداره دیگه یعنی من با توجه به هر زبون و هر چیزی متواوت پس تو اگر یه انجینیر هستی که ویدیو رو میبینی این تیکه رو باید دیولوپرت uh, بهت بگه که چی کار بکنی یعنی من میدونم الان به عنوان دیولوپر کسی که کدو زدم دیدیم که تو ویدیو قبل من پایتست استفاده کردم این فریمورک استفاده کردم ولی مثلا شاید اگر ریاکت بود من جست استفاده میکردم متوجه این یعنی هر چیز امکان داره باشه و دستوراتش امکان داره متوابط باشه ولی حالا فرض کنیم مثلا حالا دیولوپرتون نیست نمیتونید صحبت کنید چیکار میکنید هیچ چیز سرچ میکنید من سرچ کردم uh, پایتست uh, گیت لبسی همین کلمه پای تست و گیت لبسی برای من اینو الان نوشته من همینو میخوام تست بکنم و بهتونم میگم که اینجا چیکار کرده و چرا این انتخاب رو کرده بریم سراغش ببینه دوستان ما ادیتور خود گیت لبسی های رو باز میکنم همونطور که قبلا داشتیم خب اوکی خب همونطور که ما تا اینجا دیدیم من اولا یه ایمیج جداگونه میخوام اینجا بگیرم خب چه ایمیجی رو بعد استفاده کنم من میگم مثلا اینم بهتون توضیح میدم که چرا جالب نیست خب ولی حالا فعلا من میخوام ایمیج رو اینجا بگیرم من میگم پایتونه سه و ده میخوام اینجا باشه من میخوام اینو میزنم چی بهم به اضافه میشه پیپ اضافه میشه پیپی برای چی میخوام برای اینکه بتونم ریکوایرمنت دات تیکسی نصب کنم پس همین بیفور فور اسکریپت رو برمی‌دارم اوکی و این بهتره که دیولپرتون براش اسکریپت نوشته باشه شما اینو فقط رانش کنید این کارا رو نکنید ولی به هر حال ما صرف همینجوری داریم میزنیم پیپ اینستال داش آر ریکوایر بزنم اونجا کپی کنم غلطم نداشته باشم ما هم داخل پروژمون همین این اسمو گذاشتیم دیگه درسته همین اینو میدیم دپندنسی داخل بیفور فور اسکریپت نصب میشه میریم سراغ خود اسکریپت اصلیمون که میشه رانینگ تست و بعد میگیم البته رانینگ د تست که نه دیگه اکو کن رانینگ د تست و بعد میریم اینجا میگیم که چی پای uh, تست این رو ما میزدیم البته دشت وی اگر بزنید میتونید بهتر این رو بدید این رو من میدونم دستورش اینه البته یه دستور دیگه هم بود داخل داکیومنت گذاشتم فرماش باید دشت آر اس پی بود فکر میکنم اون رو بزنید بهترم اینجا براتون نمایش میده پس من الان پیپو دارم تو بیفور اسکریپت ریکوایرمنت هامو نصب کردم اینجا هم رانش میکنم حالا این اتفاقه میفته ولی این آیا باعث میشه که ایمیج این فیل بشه و اگر فیل شد به مرحله بعد نره خیر نمیشه باعث این اتفاقه نمیشه درنش من باید الو فیلیر رو ترو کنم که آقا حتی بذارید 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 همینجا تا همینجایی که زدیم و الان رام بکنیم من یه چیز رو شک دارم بذارید ران کنیم ببینیم چه فرقی اتفاق خب بریم پایپلاین الان استیج تستمون رو داریم میزنیم دیگه ران میشه using Docker که که الان داره طول میکشه اینه که میخواد ایمیج پایتون سه و ده رو از این داکر هاپ بگیره و این بده چون که ما داخل چیز نداریم درسته داخل رجیس او داریم پایتون آره داریم داریم اینو پس من اینو تغییرش میدم دارید همین الان تغییرش بدیم میریم داخل ادیتور البته این الان میدونه دیگه بهتر اینه که اینو بریم داخل بالا بذاریم که تو ویدیو قبل بهتون گفتم ولی حالا فعلا میخوام فقط بنویسم اونجا تستش میکنیم نمی اینو میکنم داکر دات دیوابس ها utils لرنینگ چی بود سه ده هفت باسته سه ده هفت دوست داشتم هفت اسکرین باست بریم ببینیم چی میشن. اینو من پاز میکنم براتون تا این کارش انجام بده اتفاق میاد خب. بعد از یکی دو سال بعد دیدیم که بالاخره استیج اول تموم شد و موفقیت آمیزم بوده چون تستا رو ما قبلا زدیم دیگه تستا همش پاس میشد آم. بریم نگاه کنیم ببینیم که خب رفته از داکر رجیستری ما پول گرفته ایمیجمون رو اینا دو سابیز یوتیلز پایتون سه مایز ده و ها بعد ریکویمنت ها رو نصب کرده بعد اینکه ریکویمنت ها رو نصب کرده در نهایت ران کرده پایتست و میبینید که همش پاس شده و مشکلی هم نخورده فیل. هیچ فیل نشده و یه سری وارنینگ داریم اینا هشت پا... پاس شده هشت وارنینگ داریم و هیچ فیل هم نداریم پس اینجا پاس شده و رفته مرحله بعد حالا بیاید یکیشو مثلا فیل کنیم این پایپلاین هم پازش بکنیم دیپلوی نکنه اینو جوریش کنده این داستان خب بریم و هم یکیش فیل شه سیستم کجا بود است. ام. اون در رو جله اون گزارش رو زد اون دقیقا همون کاوریج هم بود یه جورایی خب مثلا بریم سراغ ای پی آیز. و post بگیم که گفتیم اینجا مثلا limit 10 بر میگرده. من اینو هم میخواهم ادیتش بکنم میگم که 9 برگرده و ما میدونیم 9 فعله دیگه ما اون pagination رو درست کرده بودیم که 10 تا باشه میبینید خود ادیتور ایتم میبینید چه باحال چه وی اس در اصل اون پلاگین وی اس کود اینجا براتون گذاشته خب اینو ما میکنیمش نه تا نه تا و همین اینو من اگر کامیت و پوشش بکنم انجام شد. الان من اگر برم داخل پایپ الان یه پایپلاین دیگه ببینم که داره ران میشه. دوستا. آره. و خب ببینم یکی چی میشه. الان من یه دونه از تستام رو زدم فیل بشه. خب بالاخره این جابمون هم تموم شد و می‌بینید که فیل شده کل جاب. بذارید بریم سراغ دیسکریپشنش اینا یه دونه فیل شده همون که تاخیرش دادیم هفت پاس شده هشت وارنینگ داریم و هم کل جاب هم در مجموع فیل اگر بریم داخل پایپلاین میبینید که این اولی ضب در خورده و در نتیجه بقیه هم ران نشده حالا این ام مثلا ام سایتی که ما باز کردیم که بهمون بگه چی میگه دو تا نکته دیگه داره میگه که من قصد نشدم واردش بشم ولی حالا چون هست و زمان هم داریم میخوایم این هم یه بررسی کنیم یه دونه این الو فیلیر چیه؟ یعنی اجازه بده که شکست بخوره دیگه یعنی اگر الان دیدید که نشد فاز رو ن... کلشو مارک نکنه از این که آقا این کار نمیکنه. اوکی این خراب شد برو و پابلیش کن بقیه مراحل رو برو اوکی. این یه داستان بعد اینجا شما میبینید یک سکشن آرتیفکت هم داره آرتیفکت چی؟ آرتیفکت یک فضاییه که شما میتونید اون ریپورت هاتون رو اونجا بذارید مثلا الان من دیدم فیل شده این داستان اتفاق افتاده و میخوام حالا این ریپورت این داستان که الان مشکل خوردم و یه جای اینو قرارش بدم پابلیش شده ها درسته من تلو رو تو رو کردم کد میره داخل پرودکشن همه هم کار میکنه ولی میخوام یه جا نگه دارم که اینو بدونیم که مثلا داخل مثلا یه فایل زیپی که این ریپورت مشکلی که خوردیم داشته باشیم و بتونیم بعدا بهش مراجعه کنیم من اینو توصیه نمی کنم حالا ما میذاریم همین چیزی که گفته رو چون دیگه داریم با این پیش میریم اینم تا همین پیش میریم ببینم چی میگه ولی نکته ای که داره اینه که من اتفاقا نه دوست ندارم این اتفاق بیفته میتونید برای پایپلاین پیچیده تر مثلا یه اسکریپت اصلا بنویسید بگید که آقا این case of failure اوکی این ارور failureش شروع کنید داد بگید دو سامثینگ اوکی مثلا اگر فیل شد شاید شما تست که نوشید مشکل هم مثلا نتورک امکان داره داشته باشه دوباره ترای کنه یا مثلا این کار اشکال نداره ولی در مجموع ما اون تستی که با هم صحبت کردیم که تست فقط و فقط و فقط چی بود تست لایه در از سرویسز و سلکتور یعنی خود بیزینس لاجیک که یک سری کد پیور پایتونه و سریع هم تست اجرا میشه سریع هم اتفاق میفته هیچ گونه دپندنسی به هیچ چیز خاصی نداره و نه من میخوام اگر خراب شد یعنی پرودکشن میاد پایین همین کافیه اون میخوام کار نکن یعنی فیل بده هیچ هم دیپلوی نشه تا وقتی که اون مشکل رو دوستان فیکسش بکنن درسته بس این هم از این داستان ولی حالا بیا این هم بذاریم ببینم مثلا چی میشه صرفا دارم تست میکنم دیگه اینجا بعد و یعنی اون مطلبی که میخواستم بهتون نشون بدم و نشون دادم پس عملا کاری که ما کردیم چی بود خیلی ساده رفتیم و کامندی که پای نیاز داشت که میشد پای تست داشت وی رو باید میزدیم که گذاشتیم و کارم کرد از اون طرف باید خب ریکویرمنت ها رو نصب کنیم که پایتست کار کنه داخل بیفور اسکریپت بیف ریکوایرمنت دات رو زدیم و فقط تنها فرقی که داشت این بود که من یه ایمیج پایتون همینجا گذاشتم اینجا خودمون رو هم گذاشتم که سری پول بگیره از داکر رجیستری خودمون که چی که من الان پیپو داشته باشم که اینجا بتونم نصب کنم که بتونم مرحله بعدی رو ران بکنم پس این اصل داستان مطالبیه بیاید من این آرتیفکت رو میذارم این الو فیلیر هم میزارم. ببینیم چه اتفاق میفته هم یه استی بگیریم بریم حالا که این رو رفته بریم این تیکه آخرش هم چی میشه این در مورد تستینگ خب این رو بزنم بره دوباره خب پس اگر این مشکل خاصی نداره رو هم شه. خب پس چیزی که ما متوجه شدیم به صورت خلاصه چیه اینکه شما هر الان من دارم با دیوابس انجینر رو صحبت میکنم پایتون دیولوپر پس شما اگر هر گونه سیستمی رو بهتون دادن که گفتن آقا بیا برای این این استیجاشو بذاری که ساده ترین پایپلاین که میتونید داشته باشه تامین تست داشته باشه یه بیلد داکرش رو داشته باشه یه دونه مثلا دیپلوی داره ما داریم رو خیلی ساده نگاه میکنیم یه این دوره فقط اینتگریت خیلی ساده یه. چند تا تولز با هم داشته باشه این همین گیت لب خیلی تخصص در خواهید دید دورش داره همین الان میشه اوکی پس همین شما همین ستار خیلی ساده میتونید داشته باشید تو استیج بیلد که مشخصه باید چی چیکار بکنید خیلی ساده داکر بیلد میکنید ایمیج داکر هم برای کل این داستان استفاده کردیم دیدید که چه ران را, را میندازیم برای سکشن تستش هم اون فریم ورک بعد از دیولپر تو رو بپرسید اون فریم که دارن استفاده میکنن و کامندشو ور می‌دارید میزنید و اکسپشن پارت میکنه اون دیگه اکسپشن که پارت کنه اون باعث فیل بشه و کلا پایپلاین جلو نره حالا شما میتونید پایپلاین جوری بنویسید که آقا اصلا تستا مهم نباشه پابلیش باشه ریپورت ها رو مثلا اینجا بعد حالا مثلا با اون یه کاری بکنید اوکی این تا ران میشه من پاز بکنم و برگردیم با. خب الان ببینید چه اتفاق جالبی افتاد این علامت تعجب گرفت یعنی فیل نشد و رفت بعدی درسته من پازش میکنم استیج بیلدمون رو ولی الان دیدید علامت تعجب گرفت و بعدی هم اجرا شد چرا به همون الو فیلیری که گذاشتیم صداش آره ببینید آپدیتینگ د آرتیفکت، الان ارتیفکت ما رو آپدیت کرده الان اگه بریم تو سکشن آرتفکت اینجا باید اینو ببینیم که ران تست شده فیل شده یه فایل داخلشه و اگر نه رو نمیخوایم خود فایل رو اگه بخوایم دانلود بکنی براوزش کنیم دانلودش کنیم بعد مشکلی سر کلاینت من داره نمیذاره منو بگیرم خب این احتمالا یه مسئله با اینکه این پرایوت ریپازیتوری ری 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 داره اگر پابلیک بود احتمالا کار میکرد برای پرایوت هم باید یه ورکراوندش رو بریم سراغش که دیگه الان از مواس ما خارجه خب دوستان امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین این شب اینم شد استیج تست ما یه ویدیو دیگه بریم سراغ اینکه که حالا دیپلویمنتمون رو هم تموم بکنیم دیگه این دوره فعلا موقتا به پایان میرسه تا اینکه شاید بعدها دوباره چند تا آپدیت روش بدم که سری قسمت دیگر رو شد مثلا این چیزهایی که از من خواسته بودید توی یه دوره دیگه بدم نظرتون رو اصلا برای من کامنت بکنید فعلا با جزای خدا نگهدار